به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک مسلم شیرزاد، زرداد فریادی: آخرین پیامم به علیپور محقق خلیلی و شجاعی این است که در مقابل کوچی ها یک قدم هم نبردارید. در غیر آن بامیان را نیز از دست خواهید داد و ما به مقابله آماده ایم. و همچنان به نقل از تلو نیوز: نزدیکان عبدالله، اختلاف ها باعث تأخیر معرفی اعضای کابینه شدند. منابع در دفتر عبدالله می گویند که به زودی فهرست نامزد وزیران به ارگ ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. شمار از چهره های سیاسی نزدیک به عبدالله می گویند که وجود اختلاف ها میان رهبران سیاسی هوادار آقای عبدالله درباره معرفی نامزد وزیران و نیز سهمانان در ولایت ها و معینیت های شمار از وزارت ها از علت های تأخیر در معرفی اعضای کابینه هستند. در حدود 40 روز از توافق سیاسی اشرف غنی و عبدالله سپری شده است، اما تا اکنون کابینه حکومت برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است. سید اسحاق گیلانی از پشتیبانان آقای عبدالله در انتخابات گذشته و رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: داوطلب برای وزارتخانه ها و معینیت ها زیاد است ولی چوکی کم است. از این خاطر یک مقدار خود دکتر صاحب عبدالله هم مشکل دارد. فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان نیز بیان داشت: همه اینها به یک شکل تعطیلی منافع ملی است. در این میان مرزا محمد کتوازه معاون نخست مجلس نمایندگان ادامه سرپرستی ها را در نهادهای دولتی خلاف قانون می گوید و هشدار می دهد که بر بنیاد تصمیم اعضای مجلس نمایندگان، آنان به نامزد وزیرانی که شهروندی دوگانه دارند به فساد متهم شدند و یا در نهادهای عدلی و قضایی پرونده دارند رای نخواهند داد. پنج کمیسیون ولسی جرگه: بالای اسناد وزیر صاحبان کار می کند که خلاف قانون هیچ وزیر را کمیسیون ها نخواهد پاس کرد. در حالی که بر بنیاد توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالرشید دوستم رتبه مارشالی به دست می آورد و عضو شورای عالی دولتی و عضو شورای امنیت ملی می شود، اما تا اکنون از فرمان درباره اعطای این رتبه به آقای دوستم خبری نیست. ریاست جمهوری اما می گوید که انتظار دارد عبدالله فهرست نامهای نامزد وزیرانی را که او معرفی می کند به ریاست جمهوری بفرستد. نزدیکان آقای عبدالله می گویند که به زودی این فهرست به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. و همچنان به نقل از اشت صبح: نمایندگان به ارگ و سپیدار، نامزد وزیران را پیش از رخصتی تابستانی معرفی کنید. مجلس نمایندگان از ارگ و سپیدار می خواهد که فهرست نامزد وزیرانشان را هر چه زودتر نهایی کرده و پیش از رسیدن رخصتی های تابستانی برای کسب رای اعتماد به مجلس بفرستند. برخی از اعضای مجلس می گویند که حکومت با تأخیر در معرفی کابینه تلاش دارد که این روند را تنها چند روز پیش از آغاز رخصتی ها تنظیم کند تا وکلا هم مانند سند بودجه مالی با آن به گونه عاجل رای بدهند. نمایندگان اما تصریح می کنند که حتی در صورت نیاز حاضرند رخصتیشان را به تأخیر انداخته و تکلیف کابینه را به شکل درست آن روشن سازند. مجلس نمایندگان در حال خواستار تصریح روند معرفی نامزد وزیران می شود که قرار است نمایندگان با آغاز اسد سال روان تا 1.5 ماه به رخصتی بروند. هرچند پیرامون پیشرفت ها در تشکیل فهرست کابینه جزئیات نمی دهد، اما یک منبع می گوید که بحث ها روی تعیین نامزد وزیران در سپیدار همچنان ادامه یافته و برخی از احزاب از جمله حزب وحدت اسلامی مردم به رهبری محمد محقق نقد و نظریه هایی را مطرح کردند. به این ترتیب فهرست نامزد وزیران سهم سپیدار هنوز نهایی نگردیده و به ارگ ریاست جمهوری فرستاده نشده است. در حالی که قرار است اعضای مجلس نمایندگان در پایان ماه روان به رخصتی تابستانی بروند، تکلیف کابینه همچنان نامشخص است. برخی از اعضای مجلس با انتقاد از کندی در روند معرفی نامزد وزیران از ارگ ریاست جمهوری و سپیدار می خواهند که نامزد وزیرانشان را هر چه زودتر به مجلس معرفی کنند.
صادق قادری عضو مجلس روز جمعه ششم سرطان به روزنامه 8 صبح گفت که اعضای این مجلس چهار شنبه هفته گذشته نیز روی تأخیر در معرفی نامزد وزیران صحبت کردند و نیاز است این افراد هر چه زودتر به مجلس معرفی کنند. وی افزود که با توجه به پیشبرد وزارت‌ها توسط سرپرست‌ها در سال‌های اخیر بیشتر اداره‌ها به مجلس پاسخگو نبوده و به همین دلیل نمایندگان تعهد کردند این بار روند سرپرستی در حکومت را پایان دهند. محمد موسی خاورین دیگر عضو مجلس نمایندگان افزود که ارگ و سپیدار با وجود وعده‌ها هنوز نامزد وزیرانشان را به مجلس نمایندگان معرفی نکردند و این افراد باید پیش از رسیدن رخصتی‌های زمستانی برای کسب رأی اعتماد به مجلس فرستاده شوند. وی افزود که حتی در صورت معرفی نامزد وزیران از سوی حکومت به مجلس احتمال دارد که روند رایدهی به این افراد زمان بر شود، زیرا به گفته وی نیاز است که تکلیف دو تابعیتی بودن و سندهای تحصیلی نامزد وزیران نیز مشخص شود. علی اکبر جمشیدی از اعضای مجلس نیز از ارگ و سپیدار می خواهد که نامزد وزیران را هر چه زودتر برای کسب رأی اعتماد به مجلس بفرستند. با گفته آقای جمشیدی قرار است نمایندگان تا 23 روز دیگر به رخصتی تابستانی بروند و نیاز است که پیش از آن نامزد وزیران رأی اعتماد گرفته و کارهایشان را آغاز کنند. با این همه هیئت اداری مجلس می گوید که حتی در صورت نیاز نمایندگان حاضر خواهند شد که رخصتی تابستانیشان را به تأخیر انداخته و تکلیف کابینه را به شکل بهتر آن روشن سازند. حجت الله خردمند نایب منشی مجلس نمایندگان با روزنامه 8 صبح گفت که حکومت طبق معمول از کارها را با تأخیر انجام می دهد تا در محدوده زمانی کمی آن را با مجلس ارائه کرده و کار را به شکل عاجل نهایی سازد. وی هم افزود تا زمانی که تکلیف کابینه روشن نشود اعضای مجلس رخصتیشان را مطابق به قانون به تأخیر انداخته و به رخصتی تابستانی نخواهند رفت. آقای خردمند تصریح کرد که مجلس قرار بود در هفته گذشته مصوبه پیرامون کار سرپرست وزیران صادر کند، اما بنابر مشکلات این روند برای هفته جاری به تأخیر افتاد. مجلس در حال خواستار تصریح روند معرفی نامزد وزیران است که ارد و اکنون تنها سندهای 5 نامزد وزیر را به دارالانشای مجلس فرستاده است. بر اساس معلومات مسئولان در دارالانشا مجلس نمایندگان کار روی بررسی اسناد نامزد وزیران و وزارت‌های امور خارجه، مالیه، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ و امور زنان آغاز شده است. این در حال است که ارگ ریاست جمهوری پس از آن هارون چوانسوری را به عنوان وزیر معدن و پترولیم و رنگین احمدی را به عنوان وزیر معارف تعیین کرد. هرچند ارگ ریاست جمهوری در مورد پیشرفت‌ها پیرامون تکمیل فهرست نامزد وزیران جزئیات نمی‌دهد، اما یک منبع نزدیک به سپیدار می‌گوید که گفتگوها روی تعیین نامزد وزیران در سهم عبدالله عبدالله ادامه دارد و فهرست نامزد وزیرانی که باید از سوی جنای دکتر عبدالله معرفی شود هنوز تکمیل نشده است. با گفته این منبع آقای عبدالله پس از امضای توافقنامه سیاسی با ارگ وعده کرده بود که وزارت امور داخله یا وزارت خانه های دیگر را به حزب وحدت اسلامی مردم به رهبری محمد محقق بسپارد. من به افزود که پس از ابقای محمد مسعود اندرابی از سوی سپیدار به عنوان وزیر امور داخله، محمد محقق خواستار دو کرسی در کابینه شده، اما آقای عبدالله هنوز با این درخواست توافق نکرده است. پیشتر یک منبع آگاه گفته بود که هرچند احزاب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق و کریم خلیلی هر کدام خواستار دو کرسی در کابینه اند، اما عبدالله عبدالله تنها یک وزارتخانه را برای این دو حزب اختصاص داده است. حزب جنبش ملی نیز بیشتر فهرست 3 نامزد وزیر را به عبدالله عبدالله فرستاده بود، اما یک منبع گفته بود که آقای عبدالله تنها دو کرسی در کابینه را به این حزب در نظر گرفته است. گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری در اوایل هفته گذشته تایید کرده بود تکلیف یک یا دو کرسی سهم محمد اشرف غنی نیز نامشخص است که در جریان یکی دو روز روشن خواهد شد. روند معرفی نامزد وزیران در حال به درازا می کشد که قرار است مجلس بعد با در آغاز ماه آینده تا 45 روز دیگر به رخصتی تابستانی برود. گفتنی است که توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 28 سور به امضا رسید و بر اساس آن 50% کابینه که 11 وزارتخانه می شود سهم عبدالله عبدالله است.
دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.